پشت من، هم پای هم رفتن، با هم خطر کردن. کی فکرشو میکرد نزدیک و هم پرسه، شبی که بی ترسه، من تو خدا هر سه. کی فکرشو میکرد، کی فکرشو میکرد عاقبت کارو، بعد از یه عمر حسرت این همه دیدارو. کی فکرشو میکرد آخر این راهو، حلنگ ناباور تو بستر ماهو. من عاشقت بودم تموم این سالا، از اولین دیدار تا به همین حالا. من عاشقت بودم از متن پروانه، از اولین فصل نگاه دوزنانه. سلام، چه سلامی، چه علیکی بابا، یه ساعت ما هستی تو این بودو. سلام، من گفتم دیگه نمیای مرد حسابی، الان وقت اومدنه. یه ذره دیرتر میومدی ساکسیفونو برمی داشتم میرفتم خودم ساز میزدم. نه خیلی وقت منتظری همچین وقتی هم مرام رو اینجوری فهمیدی؟ خیلی خوب، یالا ساز تو درآر، بچه‌ها منتظرم. چشم بجون. خوب بود؟ چطور بود آقا؟ کارت درسته فرزاد جون. ساکسیفون کامبیزم که اومد روش یه چیز دیگه شد. آره خیلی خوب بود. فرمود جانم. چند تا معاشری ما کنی بچه ها بخورن خستگیشون درده. ما قدم جون میشه قبل اینکه بریم یه بار دیگه گوشش بدیم؟ آره چرا که نه، حتما. اینا آدم حسابی نیستن که. داداش بس که دوزاریت نیفتاد، مسیرت با مسیر خانم یکی نیست. برو رد کارت، من مسافرکشم. اه؟ پس ما خواهی دربست بفرستمت سر قبر ننه؟ اس که تنت میخاره. اگه خوش دستی قربون دستت، بیا تن منو بخارو بینم. هی بابا آقا ول کن دیگه شما. بخارون دیگه. بیرونم دیگه، بیرونم دیگه. بابا شما بفرمایید.
بچه اینجایی؟ خودت بچه ای کجایی؟ یه خورده اون ورتر، یه کم این ورتر، چه فرق میکنه؟ گفتم شاید یکی پیدا بشه بخواد یه چسب زخمی واسه اون بالای ابروت بیاره. امروز خیلی خوشحال بودم، حیف شد، دوست نداشتم خراب شد. میدونم، من خرابش کردم، یه شرمنده. نه برعکس، اتفاقا اگه اینجوری نمیشد خراب میشد. با سر زخمی و گیتار شکسته؟ نگاه به گیتارم نکن، من به پروپای شکسته عادت دارم، از بچگی باش بزرگ شدم، خلاصه نازنازو نیستم. باشه، بازم معرفت شما. خداحافظ. خداحافظ. ببخشید یه توکپا تشریف میاریم اگه زحمتی نیست؟ شرمنده ها. دستتون رو بیارین بالا. بله. یه لحظه. میگم خدا رو چه دیدین، شاید یه روزی خواستین یه چسب زخمی چیزی برای این کله شکسته من بیارین. بله، پس شما بی زحمتون کلا رو بذارین سرتون که یه وقت چبتون از این خرابتر نشه. چشم، عزت زیاد. بله. سلام. نه خواب نبود. زنگ زدم بگم صبح که می اومدم برات یه بسته چسب زخم خریدم. نه، بابت دیشب خیلی شرمنده، امروز خیلی شلوغ پلوغه، نمیتونم، ولی فردا شاید. چیز تا وقت نداریم، زود باش بجنبین بچه ها، بجنبین. نسیم آماده شد؟ نه باید برم پلا. خداحافظ.
هر سوراخی رو سرک کشیدم، ولی اصلا انگار دختری به اسم چیستا نبود، اصلا از اول نبود. اگه شما الان بدونید من چه حالی؟ میدونم دوستش داشتی، اما اون لحظه دچار جنون شدی، بعدم پشیمون شدی، اما دیگه سودی نداشت. من چند ماهی که ازش خبر نداشتم، به خدا از همون روزا آب شد رفت تو زمین. قسم نخور ننه من غریبم بازی در نیار. تو دو جنب همه نگفته بودی که زهر تو بهش میریزی؟ نگفته بودی حتما یه جایی زیر خاکه که تو الان پیداش نکردن؟ نگفته بودی اگر جنازه‌شم پیدا بشه لابد با لباس عروسیه؟ عصبانی بودم، همه اینا رو به دوستاش گفتم. چی؟ که نفع من تو چیکار کردی؟ پس این مدت برای همین بود که دنبالشو نمیگرفتی، سراغش نمیرفتی؟ نه دیگه بیخیالش بودم، یعنی بیخیالش شده بودم. اینو همه جای خود داره، همسایه‌ها دیدنت که چند وقت پیش داشتی یه بستر رو جا به جا میکردی. دوشکم سوخته بود با سیگار. دوشکت سوخته بوده با سیگار؟ آره. پس اثر انگشت تو گردن جسد مال دوشکه؟ موهات رو لباسش شکار میکرد. باید بگم که عشقت به جنون کشیده شده، حالا به خاطر خوشی تو یه جماعتی ناخوشم.
غم خورم ای ماه شب تو تسلیت فقط یک کلمه است. اگر نه من تو مغز و استخونم میفهمم معنی این خاک و گریه با این دخمه ها که بالاخره یه روزی مستجر پیدا میکنه. لطف کردیم که اومدین. نه لطف نکردیم، میام هر از گاه اینجا بلکه ملک الموت یه جیغی تو جونم بزنه. میدونی خانم تیتراجش خیلی تأثیر آوره، ولی وقتی وارد قصه که میشی یادت میره دیگه، دیگه چیزی حالی نمیشه. آره علی، حال من توی این چند روز که گرفت و گیر این کار بودین پا پی وقت دادگاه شدم و مزه دهن دادستان همچین بی گرفت و گورم نیست. به هر حال خبطی کرده، لاجرم باید تواز پس بده. ولی اگه نه نه، من همه جربازه خودم میذارم برای این ماجرا. یه موقعی همسن پرنگ که بودم از این جفتک ها میداختم. یعنی چی میخواد بشه؟ به این سختی نیست، اون آسونی هم نیست. بالاخره مستی و مستوری، خماری و دوار دم صبح هم داره. ولی شما که نمیذارین اتفاق بدی بیفته. من نمیذارم اتفاق خیلی بدی بیفته. امیدوارم توی اونجا هزار دفعه نفس توی گلوش گیر نکنه. تا دو سه روز دیگه با پرنگ بیاییم پیش من. باشه حتما. اگر اجازه بفرمایید برم فاتحه‌ای بخونم. تا بعد. خواهش میکنم. تو با بچه ها برو مزون، سفارش هایی که آماده است رو تحویل بده. حالا چی میشه؟ نمیدونم، هیچی نمیدونم. بریم همه تون بریم، خودم بعدن یه سر میام. باشه بریم بچه. خانم اگه کاری دارین من نه نه برید برید به سلامت. فرهاد بذارین چند روز کسرا پیش ما باشه، پرندو میارم پیشش تا سرگرم بشه. پیش خودم باشه بهتره. ما باید با هم حرف بزنیم. من فعلا نه چیزی میشنوم نه میتونم حرف بزنم. باشه کاری داشتی خبرم.
اینجا رفتم. بله. واسه بیام پورو ببینم. نمیشه بیان تو دیگه. من میرم برمیگردم مطمئن باش. یعنی بهش بگو حتما پیدات میکنم. باشه اگه دیدمش حتما بهش میگم. آره بهش بگو چون که میبینی. آره. سلام خانم. سلام. وایسا نگاه کن ببین من کجا میرم رو استیج. اون وقت تو بعد تو همین خراب شده واسه یه مش پول داره ندید بدید عشوه اولاقی تو. آره برای گذاشت فیلانی خراب شده صاحب داره. اگه قراره دعوا کنین هری سلام بیا برو برس به کارت. تشریف میبری؟ همین روزا واسه همیشه. به خدا دلم واسه این پسره میسوزه. این بار پنجمه که دارم ردش میکنم. مگه چی شده؟ معلوم نیست این برپریده چرگی به کفشش که نمیره خودشو نشون بده. فعلا خداحافظ. اگه میخوای واسه همیشه بری زیاد لفتش نده. تو کی اومدی؟ این آخرین باری بود که من چیز داره دیدم. شما چی؟ چند وقتی بود هی میگو اینجا آینده ندارم. مدام حرف از رفتن و گرفتن یه تصمیم بزرگ میزد. میتونستم یه فرزاد نامی هست ولی خب پا پیش نمیشدم. پایی بساطی را پاسپورتشو گرفت. همون روزا که ویدا خانم میگن بود که گذاشت را چند وقتی هم پول میفرستاد هم تلفن میزد. میگفت اینجا همه چی خوبه، همه چی رو به راهه. همین روزاست که برمیگرد چیز داماده این چه برگشتنی بود. میخوام این پسره فرزاد همون جور که دختر دست گلما کش بره بالای دار. ویدا جان تو دیگه پیگیری نکردی که چرا چیز کارش آدمه نداد؟ تو که میدونی تو کار ما این عجیب نیست. یه روز با ذوق و التماس میان، یه روز دیگه میرن پشت سرشونم نگانه میکن. همین الان یکی از بهترین دختران ستاره، مدتی ازش خبر نداری، نیمده سرکن. به خانوادش خبر دادی؟ نه اون تنها زندگی میکرد، هیچ کس هم نداشت. به قول نسیم میگه میرن دنبال سرنوشتشون. یعنی فکر میکنی ستاره هم رفته که عکسش بره رو جلد مجله ووگ؟ یه تو که پا بیا بیرون کارت دارم. چی شد؟ پا بده بیا بیرون تا بهت بگم. بگو دیگه. خب بگو. باز هم جواب نمیده. یعنی چی که جواب نمیده؟ خب تو باقالی هست، نه زنگی نه زنگی. حالا با این سرخر چی کار کنیم؟ نظری ببین سیاه شده باشین روزشو سیاه میکنم. چخه بابا طوری نشده هنوز. چه چداش برنده من مگشتم. کجا؟ گفتم برمیگردم. من خیالم راحت باشه دیگه. بله بله خاطرتون جمع، خیالتون راحت باشه. پس لطف کنین دفعه دیگه خودتون تشریف بیارین دادگاه. حتما در خدمتتون هستم. خدافظ. من اول امیدم به خداست بعدم به شما. مطمئن باشید. ببین خانم اگه میخوای وسط دادگاه این احمقا به نظر نیای بهتره به جای این دختر خانم یه وکیل دیگه پیدا کنی. شما با ایشونی؟ بخاطر قضیه برنگ نشوشم دادگاه. آها ببینم
شما تا حالا خودتون تو آینه خوب نگاه کردین؟ چطور؟ هنوز دهنت بوشیر میده بچه. سرکار خانم، متاسفانه دیگران هم بی تقصیر نبودند. اینقدر تند قضاوت نکنیم. بفرمایید بهتون توضیح بدم. هر کی یا هر چی، من اجازه نمیدم کسی با خواهرم اینطوری رفتار کنه. آقای بهرنگ. بله، بسیار خوب، عرض کردم. بفرمایید توضیح میدم خدمتتون. بفرمایید، خواهش میکنم. تو لازم نیست بیاری. این آقا چند بار ما رو صدا زد. بریم ایس، بریم تو. بنا به مراتبی که معروض شد و از آنجایی که دادستان محترم اسنادی رو دال بر انجام و انتصاب عمل مجرمانه نسبت به متهم ارائه کرده، لذا بررسی جنون ادواری با توجه به بروز علائم و نشانه های عدم ثبات روحی و روانی مشاوران الهی رو توسط پزشکی قانونی از دادگاه محترم تقاضا میکنن. تقاضای رسمیتون رو با توجه به صورت جلسه دادگاه به دفتر شعبه اظهار کنید. دادگاه موافقت خودشو اعلام میکنه تا روز شنبه تلفظ. ببخشید یه لحظه، من فکر میکنم شما احتیاج به وکیلی دارید که مطمئن باشه بیگناهید. این کارت من. شش ماه. چی؟ عرض کردم شش ماه. با توجه به دلایل مخففه میشه سه ماه. از دادگاه تجدید نظرم انتظار بهتری نمیشه داشت. به نظرم از خواهرزاده محترم خداحافظی کنم. من دیگه باید برم. زندگیت شده یه زندون، وقتی دلگیری از این و از اون، وقتی روزگار ناروزگاره، وقتی روبروت تنها دیواره، وقتی تنهاییت قد یه دنیاست، وقتی خوشبختی برات یه رویاست، وقتی بودنت درد و تکراره،
از در و دیوار برات میباره، تو تنها نیستی یکی باهاته، یکی که برق توی چشاته. زندگی آخرش باید حرفاتو بگی، نذار روزگار برنده باشه، نذار که سفرت شرمنده باشه. نمیشه برگشت به اول راه، دنیا رنگیه نه سفید و سیاه. وقتی که زخماتو میشماری، وقتی به هیچ کس امید نداری، یکی با توه، تو تنها نیستی، تنها آدمه تو دنیا نیستی.